بیاید همه ما تلاش کنیم یه آدم حسود نسوزه میتونیم تمام اقیانوس‌های جهان خالی کن رو سرش آتیش این خاموش نمیشه تو درونه آدم متکبر حسود لجوج که تا لحظه آخرم دست از لجبازی و حسادت و رزالتش برنداشته خب فرض کن خود پیغمبر گوش بده کفن کنه نماز بخونه قبرشو بکنه تو قبرش اصلا نمیره قابه دفنش کنه چرا به اون داره مفاهیمی که در دین باش روبرو میشیم اگه مخاطب اونها انسان بینهایت باشه انسان با ظرفیت بی نهایت باشه اگه بخوایم مایی که باور و یقین به تن داریم و خودمون رو محدود میدونیم با این مفاهیم ارتباط برقرار بکنیم و بخوایم اونا رو درک بکنیم هر چه راجع بهشون فکر بکنیم اشتباه خواهد مفهومی که ما از بینهایت و تو ذهنمونه یه مفهوم واقعیه یعنی حقیقتی که غیر براش قابل تصور نیست حقیقتی که غیر براش قابل تصور نیست از لوازمش اینه که هر اتفاقی براش میفته کجا میفته تو درونش میفته و مربوط به خودش هست شما برای یک موجود بی نهایت هدف قرار بده بگو یه هدفی داشته باشه هدفش غیر از خودش میتونه باشه غیر خودش هدفی میشه براش تصور کرد چیزی وجود داره اصلا غیر خودش خودتو محدود میبینی میگی من رفتم کوه دماوند یعنی حرکت کردم از اینجا پا از قم مثلا تهران ها شهر دیگه یه کشوری دیگه اومدم رفتم قله دماوند قله دماوند خارج وجود شما حساب میشه وقتی خودتو محدود میدونی شما به فتح چیزی در بیرون وجود خودت رفتی بنابراین کوهنورد وقتی میگی کسیه که چیزی رو بیرون وجود خودش فتح میکنه جغرافیایی بیرون وجود خودش حرکت میکنه و میره مثلا یه مسافتی رو میره و اصلا همین کلمه مسافت وقتی محدود باشی این معنا رو پیدا میکنه حرکت وقتی محدود بدونی خودت رو عالم رو متکثر بدونی از دو نقطه که منتقل بشی بین دو نقطه میگی آقا من حرکت صورت گرفت خب حالا نه دماوند خود منم شما یه رویایی رو تصور کنید تو خواب فرض کن توی خواب تو رویا به این باور اومدی که کوه دماوند خودتی انگار که من دستم مثلا روی صورتم دارم میکشم صورت خودمه بین دو تا ابروم دارم حرکت میکنم حالا اونجا توی خواب ببینی خودت هستی و دماوند بخشی از وجود خودته حالا حرکت کردی به سمت دماوند اونجا حرکت مفهومش چی میشه؟ ذهنتون فقط نزدیک بشه به مفهوم ها خب وقتی شما خودت رو محدود میبینی کلمات یه معنایی پیدا میکنن وقتی خودت رو نامحدود میبینی کلمات یه معنای دیگه ای پیدا میکنن و اگه مخاطب دین اون انسان نامحدود باشه مفاهیمی که درش ایجاد میشه مفاهیم حقیقی میشه مربوط به خود شما میشه و تمامش تو درون شما اتفاق میفته نه بیرون شما چجوری حاجی میشی اگه یک موجود بی نهایت باشی تو درونت باید یه تحولی اتفاق بیفته نه بیرون پس بحث این نیست که <applause> یه مسافتی رو طی بکنی بری تا یه جایی و دوری سنگی سلام علیکم مثلا به چرخی و نمیدونم اینقدر موه سرتو بزنی قربانی کنی سنگ پرتاب کنی اینا نیست تو درون تو باید یه اتفاقی بیفته وقتی خودت رو محدود میبینی میشه حرکت‌های بیرونی نه اینا هم مفاهیم درونی داره پس وقتی رمی جمرات میکنی یه چیزی رو تو درون خودت داری رمی میکنی وقتی تواف میکنی یک چیزی رو تو درون خودت داری تواف میکنی وقتی داری تقصیر میکنی یه چیزی رو تو درون خودت داری تقصیر میکنی میشه اصلا یه حج دیگه میشه یه مدل دیگه میشه اگه ما توجه به این موجود بی نهایت نداشته باشیم و اینکه دین مفاهیمی که توش به کار رفته مخاطبش این انسان بی نهایته پس اگه برزخ اتفاق میفته درون ما اتفاق میفته قیامت اتفاق میفته درون ما اتفاق میفته سرات درون ماست بهش درون ماست جهنم درون ماست جناتون تجریم تحت الانهار درون ماست همی مقصا و, و چه میدونم قسلین و زقوم و اینا همه درون ماست بیرون نیست از بیرون اتفاق نمیفته همش تو درونه و اگه شما خودت رو محدود بدونی و این کلمات مفاهیمی باشه که مخاطبش انسان بی نهایته و شما خودت رو محدود یقین کنی که محدودی هر تفسیری از اینا بکنی پریشانگوییه که دوچار شدن دیگه شما تو ادیان نگاه بکنید آقایون متکلمین همه ادیان متکلمین این کسایی که از باورهای دینی دفاع میکنن حالا چرا بهشون میگم متکلمین ها داستان داره دیگه این بباحث یه جایی شروع شد از اینجا شد که آقا حضرت موسی با خدا تکلم کرد اول بحث از اینجا شروع شد به اینا گفتن متکلمین یعنی بحث این بود که آقا آقا تکلم موسا با کی حرف زده جناب موسا سلام الله علیه در تور با کی حرف زد اونجایی که آتشی دید رفت اون درخت و شعله وردید اون کی بود باش صحبت کرد مباحث از اینجا شروع شد و اینکه مسلمان ها ادعا ادعاشون این بود که قرآن رو خدا فرموده به پیامبر مباحث از اینجا شروع شد رفت جای دیگه بهشون میگن متکلمین ولی تو همه ادیان هستن کسایی که از باورهای رایج دینی دفاع میکنن اغلب دچار پریشانگویی میشن چرا چون این مفاهیم مربوط به انسان بی نهایت تو درونش اتفاق افتاده این انسان رو محدود میدونه با علومی که انسان رو محدود میدونن میخواد کلمات توصیف بکنه دریوری میشه حرف غیر منطقی میشه بعد میگی برزخ رو توضیح بده میخواد بیرون تو توضیح بده انگار یه مکانیه یک زمانیه در بیرون تو که تو بهش میرسی همه جوری میمیری وارد عالم برزخ میشی حالا بگو عالم برزخ چیه توضیح بهت بده یه توضیحاتی میده که بدون اینکه ما به قصد داشته باشیم خدای نکرده نعوذ بالله به کسی توهینی بکنیم وقتی اون توضیحاتو بخونیم خندت میگیره اگه گریت نگیره که اگه انسان آزادی ای باشی گریت میگیری که انسان چرا باید این مسیر رو بره چرا انقدر باید کج بفهمه چرا انقدر باید حواسش نباشه بعد توصیفاتی که راجب بهشت هست ربطی به شما نداره میگه آقا یه باقی زمینش پر انبره مثل که مثلا شما فرض کنید موکت ما بو بهترین اتکلان جهان رو بده مال چند دقیقه شاید جذاب باشه ولی چند ساعت بشه حالتون رو به هم میزنه ولی خب چون بالاخره این کلمات که وزن نمیشده بعد حساب رسی هم که نمی شده گفتن دیگه تا دلت بخواد بافتن و همش رو راجب بیرون تو صحبت کرده تمام مفاهیم بیرون شما اتفاق میفته اصلا ربطی به شما نداره اگه بردخ یه امری باشه تو درون انسان یه حالی باشه تو درون انسان طولش، مدتش، شدتش، قوتش، کیفیتش همه چی برمیگرده به چی؟ به خود انسان اما نه یه مکانیه یه زمانی در بیرون اصلا ربطی به شما نه مثل که الان وارد فصل تابستون شدیم دیگه شما اجازه نمیگیره که گیاه که آفتاب که منو تو اجازه نمیگیره که میتابه دیگه هیچیش دست تو نیست نه کیفیتش نه مدتش نه شدتش هیچیش الان تابستون چیش دست شماست آفتاب چجوری به تابه چقدر بارون بیاد نیاد به نسیم بیاد نیاد چقدر گرم بشه نشه دست من شما نیوارد بهش میشی. ولی اگه برزخ یک مفهومیه راجب انسان بینهایت نهایت یک اتفاقیه که تو درون اون میفته و یک توضیح این مدلی داره دیگه هر انسانی برزخش یه مدلی میشه بستگی به کیفیت وجودی خودش به شناخت خودش از خودش به حرکت خودش در خودش مثل شادی و غم الان میزان شادی و غمی که تو وجود من و شما هست بستگی به کی داره به خودمون یکی میتونه بر غمهاش غلبه میکنه شاد میشه یکی فهم بهتری از جهان داره شادی بالاتری داره با دوام بیشتر با عمق بیشتر هر کی مهمون عمل خودشه بعد این یه کمال میشه میشه خودت دیگه مهمون خودتی مهمون اعمال خودتی مهمون افکار خودتی مهمون حالات خودتی بارها بارها تو قرآن میبینید میگه و ما ظلمناهم ما به کسی ظلم نمیکنیم ولیکن کانو انفاس هم یاد خودشون به خودشون ظلم میکنه اصلا به ما چیکار کار داره؟ کار ما نیست چه گردن ما انداختید؟ ببین وقتی تو میشی موجود محدود جهنم میشی یه مکان اونجا یه هستن که عذاب میکنن چی کار میکنن بعد میگه خدای من عذاب نکن نگاه اختیار شعله این آتشی که هست دست یکی دیگه است بعد میگه این شعلهشو کم کن اصلا خاموشش کن اصلا ما رو خیال شو بعد نمیتونی براش توضیح داشته باشی نمیتونی توضیح درستی ازش داشته باشی کار دست یکی دیگه است بعد چه جوریه اگه دوست داشته باشه میبخشه تو به کسی ربطی نداره دست خوش مثلا یه طبق این منطقی که الان این فهمی که از بهشت و جهنم الان دارید یه حرفی باتون دارم شما میگید یه حق الناس هست یه حق الله درسته الان این تو ذهنتونه دیگه خب میگید حق الله و خدا میتونه ببخشه حق رو نمیتونه ببخشه درسته اینجوری تو ذهنتونه دیگه خب الان مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله من خدا شمامون بندهه که بدهکاری به مردم ظلم کردی به مردم میام میگم ملت ایشون به شما ظلم کرده دیگه میگی داره میگم خب چقدر بدم راضی بشید حال کردم بخرم هر چی بخواید بهتون میدم اینو ببخشید چی میخواید هر چقدر میخواید هزار برابرش صد هزار برابر ده میلیارد برابرش میدم راضی بشید بالاخره یه عددی داری دیگه خوبه میتونم این کارو بکنم یا نمیتونم تشم انقدر میدم شما راضی شید دیگه الان یه نفر زده یکی رو کشته ما میریم یه وقتی رضایت بگیریم بعضی وقت خانواده مختول حالا بعض مالی ندارن مثلا گرفتاری دارن یا نه اصلا میگن آقا یه پولی باشه ما میخوام بریم کار خیر کنیم ما میخوام ببخشیم ولی نمیخوام همینجوری هم ببخشید یا آقا چقدر بدیم؟ یه میلیارد، دو میلیارد، سه میلیارد، 500 میلیون، 700 میلیون چقدر؟ یه عددی میگم. آقا عددو میذاریم زمین میگه آقا دمت گرم امضا کن. آقا من رضایت دادم خدافظ شما. حالا نه من رفته میشه رضایت بگیرم طرف میگه آقا من دو میلیارد میگیرم رضایت میدم. من بهش میگم من به 5 میلیارد میدم تو راضی شو. قبول نمیکنه؟ نه اصلا 200 میلیارد بهت میدم اگه دو میلیارد نمیخوای من 200 تا میدم که اصلا تو از ته دلت راضی بشی خوبه دویست تا بهت میدم بیا برو دیگه خب من اگه حقوقی که ایشون به گردن شما داشت شما خریدم دیگه ایشون به شماها بدهکار نیست پس حق و ناسش چی شد شد حق الله چون فقط به من الان بدهکاره خب من خودم عشقم کشیده این بندم ببخشمش شما مشکلی دارین حقتون رو دادم دیگه میخوام اینم ببخشمش پس اگه اینجوری باشه هیچ کی اصلا نباید عذاب بشه هیچی مگه نمیگید بهش یه که اختیارش دست من خداست خب من میخوام بره تو بهش به شما چه ربطی داره؟ طلب داشتی طلبتون رو دادم اشکال بهشت و جهنمی کش تو ذهن شماست این است که من دارم میگم من که یه همچی اعتقادی ندارم میگم وقتی بهشت و یه مکان میدونی جهنم و یه مکان میدونی علت عذاب شدن این آدم و ظلمش به دیگران میدونی و حق اللهی که زایه کرده حق الله که مال خودمه بهش میبخشم حق الناسم میخرم بندم دوست دارم خرجش کنم خب بعد این آدم با همه اون گناهایی که کرده با همه اون صفاتی که دارن میگن بیبر تو بهشت شما هم نباید اعتراض کنید یه عددی داری دیگه بچه خودت بدهی داری به من مگه تو خودت به من بدهی نداری خب میگم من طلب هم بهت میبخشم تا رو به اون ببخش من هزار میلیارد ازت طلب دارم تو دوزار از اون طلب داری چون حق الله اعظم حقوقه من هزار میلیارد رو بهت میبخشم تو هم دوزار رو ببخش تازه نه که هزار میلیارد رو بهت میبخشم هزار میلیاردم بهت میدم دست من خداست دیگه خزائن عالم دست من دیگه پولش که نمیخوام بدم که دارم و بخشش میکنم میگم مدل بهشت و جهنمی که میگید ایرادش اینه ایرادش اینه که من عشقم بکشه عوضی ترین آدمو میگم بیا برو تو بهشت بعد بهشتی که عوضی ها توشن بهشته شما تصورتون از بخشش یه امر بیرونیه میدونید چرا؟ چون با تجربیات زیستیمون که <تصفح> باورمون به تن بوده رفتیم سراغ دین ما مدرسه شیطونی میکردیم سر کلاس ما میداختم بیرون بعد نازمه با ما هماهنگ بود بچه شیطونا مدرسه بودیم با ما هماهنگ بود حال میداد حال بهش میدادیم مثلا میمدیم پا دفتر میگم ها آقا میری باز که بیرونی میگفتم آقا بیگدلی دلی اینا اینجوری شده گفت حلش میکنم بعد وقتی قرار بود مدرسه آروم باشه بیگدلی کافود بگه آقا میری تموم میشد بده بستون میکردی خیلی نازم خوبی بود با, با تدبیر مدرسه رو اداره میکرد با تمام ما اشرار مدرسه رفیق بود ما مشق فوتبال بودیم تش کار خلافمون این بود که کلاس بپیچیم بریم فوتبال بازی کنیم با ما بود بنده خدا ما باشم باشه بودیم قشنگ مدرسه رو عین مشتی مدیریت میکرد اینجوری بعد من گفت آقای سامانی این بچه خوبیه این شما اونم میدونست داستان چیه که میگفت چون شما میگی آقا بیگ دلیا چون شما میگی میرفتیم سر کلاس همون شیطونی که اومده بود بیرون باز میرفت سر کلاس با همون شیطنت یه دو روز رو دروایسی مراد میکردیم روز سوم دوباره مینداختنم بیرون دوباره همو آشا همو کاسه شفاعت میشدیم ولی شفاعت به مفهوم چی که یکی از بیرون میمد میگفت آقا چشپوشی کن بیا برو تو همون آدم شیطونه که رفته بود بیرون دوباره میمد توی کلاس اما اگه شفاعت در انسان بی نهایت خواست معنا بشه دیگه معناش میشه درمان هیچ آدم کثیفی بوی بهشتم به مشامش نمیرسه نه که مثلا مانع خارجی هست مانع چی هست داخلی هست شما نیدید کسی ابو عت بعدش بیاد گفت یارو مغنی بود قدیم ما تا چاه نبود خزینه بود یعنی یه چیز یک مثل مکب مستطیل فرض کنید تو زمین میکندن یه راه داشت به کوچه از زیر دیوار یه راه داشت به کوچه این ورم روش میپوشوندن یه درگاه میذاشتن این میشد دستشویی این که پر میشد از بیرون چون راه داشت به بیرون طرف میرفت مثلا خاک می آورد خاک نرمه می آورد میریخت تو اینا گلش میکرد آب خالی نباشه آب نداشته باشه گل میشد حالا ببین نجاست و همه چی با همدیگه دیگه قشنگ گلش میکرد این گل و بار اولاغ میکرد که وسط بوی کسافت اینا رو میبردن بیرون شهر دپو میکردن مثلا میمون چی شف ما میپوسید به عنوان کود استفاده میکردن چون انسان همه چی خارم هست این کودش هم کود قوی بود کود شیمیایی که نبود کود انسانی بود می میبردن تو گلخونه ها استفاده میکردن بعضی ها تو مزاره استفاده می میکردن حالا مثلا پا درخت میریختن میگفتن اشکال نره مثلا پا سبزی نمیریختن گفتن چون میکشه تو مثلا سبزی مثلا مشکل درست میکنه یه کار اینجوری یا گلخونه های گل می بردن استفاده میکردن یه داستان این مدلی داشت بعد یارو شغلش این بود که هر کی توالت خونش پر شد صداش میکرد میگفت فلانی بیا اینو خالی کن اینم دیگه با الاغ خاک میورد میریخ اینجا خاک نرمه میریخت تو این خزینه هه. خزینه رو گل میکرد قشنگ که بشه بار بزنی با بیلینو با... همش تو این بو کسافت ها بود آقا یه دو سه روز بود کار نداشت بیکار بود بیم تو شهر یه دوری بزنیم رفت اتفاقا رفت, رفت تو بازار عطارا بخش عطاریا چیز رفت تو بوین این عطر و گلاب و اینا بهش تشنج کرد حالش بد شد حالش بد شد سرگی شد خورد زمین و اینا فکر کردن قشیه گلاب گرفتن زیر دماغش این تشنج شد یکی میشناخت گفت بابا نکشید این بدبخت یک گلاب این نمیخواد که الاغ و اسب میرفت تو بازارا دیگه این سرگین الاغا ریخته بود اوورد زیر گرفت زیر دماغ این گو ها گو آفرین تو رو چه به اینجا آخه مرد حسابی حالا ول کردی از وسط کسافت ها اومدی بازار عطارا مطلب میگیری آقا نکه بو عطر نیست مشام این بدش میاد از این بو آدم کسی فصل نمیتونه بره تو بهش در بهش که کسی جلوشو نگرفته در باز سنخیت نداره بره تو میگم شما اگه انسان رو محدود بدونی مفاهیمی که در دین میشنوی رو بر اساس انسان محدود ترجمه میکنی بعد بهشت تو جهنمت میشه یه مکان که علت این که میره جهنم اینه که به مردم بده کار یا به خدا علت این که میره بهش اینه که به مردم بده کار نیست طلبکار از مردم مراعات خدا را مثلا کرده اگه بدهی به خودم داشته خدا بخشیده اشکالش چی میشه اشکالش میشه که من خدا اگه حال کنم یا آدم بدیم بره بهش میتونم این کارو بکنم یعنی آدم حسود میتونه بره بهش آدم لجوج میتونه بره بهشت آدم متکبر میتونه بره بهشت ولی از شما سوال میکنم آدم لجوج میتونه بره بهشت آدم حسود میتونه بره بهشت امکان نداره امکان نداره چون اصلا جایی نیست حال خودشه جایی نیستش که حال خودشه آقا یه آدم لجوج شما یه کاری کن که نسوزه اینجا بشین یه ای آدم حسود ورده بیار بشونش اینجا بش خب بگو همه ما میخوایم تلاش کنیم یه آدم چون حسود میدونه تو میسوزه خودش خودشو میسوزونه هیزوم جهنمش کیه خودشه آتیشش دود نداره اما سوزش داره یعنی هرچی راجع به جهنم شهیدی تو حسادت هست از تو میسوزونه از درون شعله میکشه نار الله المقدر تطلا علی الافعده تو قلب شعله میکشه بیرون دود نداره میسوزونه هیزمش کیه خودشه خودش تو خودش میسوزه بیاید همه ما تلاش کنیم یه آدم حسود نسوزه میتونیم ما میتونیم کاری کنیم حسود نسوزه مثلا علت سوزشش ما نیستیم تمام اقیانوس های جهان خالی کن رو سرش آتیش این خاموش نمیشه تو درونه همین الان که اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم ما یقین داریم این تن محدودیم غیر از اینم نیست یقین داریم که این تن محدودیم الان برای همین میگه لباس من غذای من گرسنه شدم تشنمه این کارت آبروان که منه پول منه سویچ منه یعنی من برای خودم یه شخصیتی مجزایی از جهان قائلم غیر از اینه خب حالا کسی که یه همچی یقینی داره یه سری مفاهیم دینی به گوشش میخوره قیامت، برزخ، سرات، اقاب، بهش، جهنم، مرگ، قبر این مفاهیم رو بر اساس چی تفسیر میکنه؟ بر اساس اینکه یک انسان محدودیه و دیگری وجود داره بر اساس این تفسیر میکنه دیگه اگه این مدلی بهش نگاه بکنی هر چی راجع به این مفاهیم صحبت بکنیم چرت و پرت میگیم حرف منطقی نمیزنیم باید ببافیم همین چیزایی که بافتن گفت که یکی از جاهایی که من خیلی مثلا ناراحت میشه آدم مثلا یک کسی پدرش فوت شده برادرش فوت شده چرا همسرش کسی آشنش فوت شده بعد تا میریم جنازه اینا توی چیزن تو احساساتن و اینا حالشون دست خودشون نیست دیگه میگن آقا که دست دادیم و آقا, چی شد و فلان شد این حرف این جسم هم فکر میکنن که اون عزیزشون که ادونه رفته الان این جسم است مثلا فکر می‌کنن این که الان تو قبر داره میذاره این بابا داره میذاره تو قبر بعد میگه بابامو نزار نظر تو قبر داد این یقه میگیرن اونو بغل میکنن مثلا آب میاد دیدی میگه مثلا بابامو چال نکن دفن نکن خاک نریز رو بابام مثلا بابات مگه اینجاست کو کسا اینجا نیست یه جسم مثل یه لباس نیست چه ربطی داره به بابات این بابات مگه این بوده فلا حالا کار اینا تو این جوان دیگه ملت دیگه حالا همه برای هم پیش اومده بعد اینجور جاهایی عده میان انقدر کارای بی ربط حرفای دریوری سوء استفاده از حالت کسایی که عزیز از دست داده نه دو تا چوب میاره میگه این چوبا رو بذاری تو قبر نه هم تا اینا باشه این عذاب نمیشه بعد نمیدونم قبرش فلانجا باشه این خیلی خوبه مثلا. مکان قبرش اینجا باشه این خیلی یه خواب دیدن که فلانجا دفت بشی دیگه عذاب نمیشی یارو هزار تا پدر سخت بازی در وعده. حالا مرده توی مکانی میرن خاک میکنن جنازش که ایک به خودش نره بعد اون دیگه اونجا عذاب نمیشه حق و مردم خورده چه میدونم ظلم کرده اینا اون دیگه هیچ کشک مثلا اینجا بعد قیمت قبرم بالا ها قبر ارزونی قبره که میگم بری توش عذاب نمیشی جرونه جنس کفن ربطی داره به حال شما اصلا کفن چه ربطی داره به وجودی طرف یارو نزول خور تیری بوده و کلی هم ظلم کرده و پدر مردم رو در برده حالا کفن کربلا بیارید تنش بکنید این دیگه تموم کارش این دیگه چیز نمیشه بعد میگه مثلا این با زعفرون جوشن کبیر نوشتن روی این کفنه خب باشه الان من اینو بنویسم این دیگه تکبرش رو میذاری کنار زالو صفتی این حل میشه اون ملتی که این بدبخت کرده بود اون همه درست میشه مثلا این جسمه چه ربطی به اون داره مگه اون اینجاست ببین میخوام به شما بگم چون تو رو این موجود محدود میدونه جنازم میشه میگه این بابات داری دف میکنی بعد حالا بیا شروع درست کن دیگه انگشتر اینو بیار بذار زیر زبونش مهره اینجوری بذار نمیدونم اونو اونجوری کن میگه آقا چه توفیقی نماز مادر بزرگ ما رو آیت الله فلانی خوند بعد آقا من میگم اینایی که مذهبیان این داستان و راستان آقای متحری است داستان دیگه اینا حداقل بریم بخونی یه دور بابا یارو مرده پیامبر خودش گسلش داده کفنش کرده نماز خونده قبل کنده بعد اومده دف کنه بعد مادرش گفته بهش مبارکت باشه پیغمبر گفته چی میگی چی میگی مادر چی میگی کدوم بهشت کدوم بهشت آنچه چون مثلا من اینو دف کردیم دیگه صاف میره تو بهشت دیگه آقا میدونی ما کی فرستاده داده بله اگه بهشت و جهنم اونی باشه که قبلش توضیح دادم دو تا مکان باشه و همه کارش هم خلاصه چی باشه آره اون میشه میگه ما رو پیغمبر فرستاده دیگه میگه به احترام پیغمبر این آدم عوضی بزید به بره بهشت پیغمبر فهمو چه حرفی میزنی ما در چی حتمی صحبت میکنی حالا این شاید اصلا شما بگوین قصه است بگوین دروغه ولی دروغیه که راسته آدم متکبر حسود لجوج که تا لحظه آخرم دست از لجبازی و حسادت و رزالتش بر نداشته خب فرض کن خود پیغمبر گست بده کفن کنه نماز بخونه قبرشو بکنه تو قبرش اصلا بره قبرش به قابه دفنش کنه چرا ربطی به اون داره الان این رو میگم چرا میترسیم یه ذره فقط فکر کنیم همین یه مقدار فکر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته سلامت بفرستید. thank <laughs> you